بعید میدونم بتونین یه گیمر رو پیدا کنین که بلیدز آف کیاس یا همون شمشیرهای کریتوس رو نشناسه. تقریبا 18 سال پیش بود که ما واسه اولین بار این شمشیرها رو دیدیم و اگه اونا رو معروف‌ترین سلاح دنیای بازی در نظر نگیریم، میتونیم بدید یکی از خفن‌ترین شمشیرهای کل تاریخ دنیای گیم بهشون نگاه کنیم. تازه اونا یک کلید مهم واسه شروع شدن رگناروک بودن و اگه کریتوس اونا رو به نورس نمی آورد، هیچ وقت سرتر به نبرد رگناروک نمی آورد. به هر حال توی این ویدیو بررسی میکنم که آیا ممکنه بلیدز آف کیاس قوی ترین سلاح دنیای گاد آف وار باشه. میدونم ممکنه با خودتون بگین چطوری بلیدز آف کیاس از پوتکتور یا همون میولنیر که فقط با یه ضربه دشمناشو توی زمان به عقب میفرسته قوی تر باشه، و همین قضیه راجع به بلید آف اولیمپوس یا شمشیر اولیمپوس هم صدق میکنه. همون میدونیم که زئوس به کمک این شمشیر فقط با یه حرکت همه تایتانا رو به تارتاروس فرسته. پس چه عاملی باعث شده تو فکر کنی این شمشیرها قوی ترین سلاح دنیای گاد آف وار؟ اگه جواب کوتاهو میخوان، باید بهتون بگم این شمشیرها آتیش باستانی داخل خودشون دارن و این موضوع رو خود سرتر توی بازی بهمون میگه. Yes, primordial fire in those. They are not of these lands. Shouldn't matter. اگه جواب بلند رو میخواین ادامه این ویدیو رو نگاه کن، چون خیلی خفن. بیاین از اول شروع کن. موقعی که هنوز کریتوس هیچ ارتباطی با خدای اولیمپوس نداشت. اون زمان کریتوس فرمانده ارتش اسپارتا بود و تنها هدفش جنگیدن و فتح کردن مناطق جدید، تا اینکه با ارتش بربرا روبرو شد و چیزی نمونده بود که فرماندهشون بزنه کریتوس رو بکشه. ولی خب همونطور که همتون میدونین کریتوس کسی نیست که شکست بخوره. واسه همین اون با خدای جنگ سابق یونان عهد بست که اگه دشمنشو نابود کنه، ما بقیه زندگیشو به اون خدمت میکنه. آریز! Destroy my enemies, and my life is yours. خب با اتفاق افتادن این قضیه، اریز یه سلاح جدید به کریتوس داد و اونو روی ساعد دستاش داغ کرد. اینجوری کریتوس هیچ وقت نمیتونست عهدش با اریز رو فراموش کنه. رومان گاد آف وار راجع به ساخته شدن بلیدز آف کیاس یا همون تیغای آشوب توضیحات مختلفی داده. مثلا یه جایی کتاب گفته کریتوس به طور غریزی دستاشو به سمت پشتش برد و دنبال شمشیرای دوقلوی عظیم و خمیدش که به طور غیر طبیعی تیز بودن میگشت. سلاح‌های مخصوص اون یعنی بلیدز آف کیاس که توسط خدای آهنگری یونان یعنی هفاستوس داخل کوره های شخصی هیدیس ساخته شده بود. خب ما میدونیم هیدیس فرمان روای دنیای زیرین بود و هفاستوس هم اگه از براک و سیندری توی کارش بهتر نباشه، بدتر نیست. حتی خود براک وقتی واسه اولین بار بلیدز آف کیاس رو میبینه پشماش میریزه. Sweet man is nethers. What are those? I've never seen the like. That's gotta be a family heirloom. Son, my brother and me created Mjolnir for the big idiot. I know from quality. And them special. ولی چرا؟ مگه براک چی توی اون شمشیرها دیده بود که اینجوری تعجب کرد؟ جواب همونطور که اول ویدیو گفتم پرایموردیال فایر یا به فارسی آتیش باستان. حتما یادتون میاد که وقتی کریتوس و آتروز از سرتر واسه نبرد رگنار رو کمک خواستن، اون اولش قبول نکرد، چون واسه تبدیل شدن به ورژن قوی خودش بعد با سنمارا یعنی زنش ادغام میشد و اینجوری جفتیشون بعد از تمام شدن رگنار رو کشته میشد. خب از اونجایی که سرتر و سنمارا و قلباشون رو عوض کرده بودن، سرتر فقط به المنت آتیش باستان واسه تبدیل شدن به ورژن قوی خودش نیاز داشت، و وقتی کریتوس بیخیال شد و برگشت، سرتر تونست آتیش باستان داخل شمشیرهای کریتوس رو ببین. بر اساس حرفای سرتر، منبع قدرت شمشیر آتیش باستان یا همون پرایموردیال فایر هم. همون آتیشی که توی بدن سرتر هم وجود داره، ولی این قضیه خودش یه تناقض رو به وجود میاره. ما میدونیم شمشیرها داخل قلمرو یونان ساخته شد، پس چطوری ممکنه آتیش داخل شمشیرها همون آتیشی باشه که توی بدن سرتر هم هست؟ خب در جواب باید بگم به نظر میاد واسه ساخته شدن همه قلمروهای دنیای گاد آف وار از المنت‌های باستانی به صورت مشترک استفاده شده. به همین دلیله که سرتر میگه فرق نمیکنه آتیش باستان واسه کدوم قلمرو باشه. They are not of these lands. Shouldn't matter. بگذاریم. وقتی به آتیش داخل قلمرو یونان فکر میکنیم، اولین گزینه‌ای که توی ذهنمون میاد فلیم آف اولیمپوس یا همون شعله اولیمپوسه که از جعبه پندرو محافظت میکرد. اگه یادتون باشه فرق هم نمیکرد که یه خدا باشین یا یه انسان فانی، اگه به فلیم آف اولیمپوس دست میزدین میمردین.
بعید میدونم اون آتیشی که سرتر راجبش حرف میزد همین فلیم آف اولیمپوس باشه، چون شعله اولیمپوس بعد از پیروزی خداها توی نبرد با تایتانا ساخته شد. قاعدتاً پرایموردیال فایر با توجه به اسمش باید خیلی قدیمی تر از این حرفا باشه. در واقع یه سری توضیح ریز راجب آتیش باستان داخل گاد آف وار چینز آف اولیمپوس وجود داره و همچنین فندوم بازی راجبش گفته منبع قدرت هلیوس خدای خورشید داخل قلمرو یونان همین آتیش باستان. به هر حال با شنیدن دیالوگ سرتر ما متوجه میشیم که آتیش باستان توی هر دوتا قلمرو نورس و یونان وجود داره و منبع قدرت بلیدز آف کیاس. این قضیه همچنین توضیح میده که چرا کریتوس وقتی توی هلهایم بود سرمای اونجا رو احساس نمیکرد. من قبلا یه ویدیو واسه مقایسه سلاح‌های کریتوس ساختم و اونجا قدرت تک تکشون رو توضیح دادم، ولی ویدیو واسه قبل از منتشر شدن گاد آف وار رگناروک بود و اون موقع فکر میکردم بلید آف اولیمپوس قوی ترین اسلحه‌ای بوده که کریتوس توی زندگیش داشته. ولی خب با شنیدن این قضیه پرایموردیال فایر و تبدیل شدن سرتر به قوی ترین ورژن خودش به کمک بلیدز آف کیاس، واقعیتشو بخوای نظرم عوض شد. البته دلایل دیگه هم هست که خفن بودن این شمشیرا رو نشون میده. بعد از تموم شدن بازی اگه به حرفای فریا دقت میکردیم یه موضوع جالبو میفهمیدیم. Magic is bound to the earth. When your homeland died, your powers probably went with it. اون توضیح میده که جادو با زمین پیوند خورده. به همین دلیله که هیچ کدوم از سلاح‌های قدیمی کریتوس مثل شمشیر اولیمپوس حتی اگه به نورس آورده بشن دیگه قدرت جادویی قبلنشون رو نداره و برعکس این قضیه هم صدق میکنه. یعنی اگه تور میونیر رو با خودش به یونان می آورد خودکش دیگه قدرت کنترل کردن رعد و برق نداشت، ولی بلیدز آف کیاس چون منبع قدرتش آتش باستان یا همون پرایموردیال فایره توی هر قلمرویی که باشه قدرت‌های خودش رو حفظ میکنه. یه نکته خیلی خفن راجع به بلیدز آف کیاس که احتمالاً خیلیاتون بهش دقت نکردین معروف بودن اونا واسه بقیه خداهاست. توی باس فایت اولمون با تور اون بهمون میگه که داستان گوستاف اسپارتا که همون لقب کریتوس رو میدونه. و یکم جلوتر هم راجع به شمشیرهای کریتوس حرف میزنه و میگه امیدوار بودم با اونا بجنگ. جا خالی هم میدیم. همچنین اگه یادتون باشه وقتی توی معبد تیر بودیم یه کوزه از یونان پیدا کردیم که تصویر کریتوس به همراه شمشیراشو نشون میداد. البته که بر اساس کامیک فالنگاد ما میدونیم کریتوس تلسم شده که هیچ وقت نتونه از شر شمشیراش خلاص بشه و با توجه به این موضوع که اون با همین شمشیر زن و بچه قبلیشو کشته این تلسم میتونه خیلی زیاد اونو اذیت کنه. ولی اگه دنیای بازی رو بذاریم کنار بلیدز آف کیاس و کریتوس یه جفت جدا نشدنی از همن. من خودم وقتی این قضیه رو فهمیدم که یه ویدیو واسه بررسی لوای فنکس و بلید آف اولیمپوس و میولنیر ساختم. اگه همین الانم هم برین کامنت های اون ویدیو رو نگاه کنین میبینین خود شماها ازم میخواستین یه ویدیوی جدا راجع به شمشیرها بسازم. خب نظر شما چیه؟ به نظرتون بلیدز آف کیاس میتونه قوی ترین سلاح دنیای گاد آف وار باشه؟ هر نظری داشتین توی کامنت ها بنویسین حتما جواب میدم. پیشا پیش سال نوتون هم تبریک میگم و قلبن آرزو میکنم که سال جدید بهترین سال زندگیتون باشه. مرسی از همه کسایی که تو این سالی که گذشت ویدیو رو نگاه کردن. اگه هنوز ویدیو اینجا آپلود میشه فقط و فقط به خاطر شماست. دم همتون گرم و تا ویدیوی بعدی منتظر بمون.